اش سیاسی میشد، به طوری که ایشون در آبادان که بود، یه 10-12 ماه آبادان بود دیگه، از اونجا مقالاتی میفرستاد به روزنامه های اون روز، روزنامه های کثیر الانتشار اون روز، یکی کیهان بود و یکی اطلاعات، بیشتر برای کیهان میفرستاد. کیهان مقالاتی از مهندس بازرگان که از آبادان میفرستاد، این مقالاتش واقعا اینجا روی مردم تاثیر میکرد. یه مقاله داشت که من هیچ به خاطرم نمیره که اصلا ما رو به گریه انداخته بود، به اسم اشک‌های خوزستان. این تصویر کرده بود اون روزی رو که این هیئت از اهواز حرکت کردن برن به طرف آبادان. تمام راه اهواز تا آبادان، نمیدونم 40 کیلومتر چند کیلومتره، همینطور مردم از تمام روستاهای اطراف اومده بودن سر راه، همینطور جلوی ماشین اینا، ایشون میگفت که سر ماشینم باز بود، گرم بود دیگه، ما هم ایستاده تو ماشین، میگفت همینطور جلو ماشین میخوابیدن، بچه هاشون رو میخوابوندن، گوسفند میکشتن، گاو میکشتن، شوری میگفت من در اینها دیدم که این رو قبلا پیشبینیش نمیکردن. این خیلی رو مهندس تاثیر گذاشت که اون مقاله اشکهای خوزستانش رو که نوشت، که واقعا اشک همه رو در میابود. و این حادثه هم منشأ یه تحول دیگری شد که مهندس از اون حالتی که نسبت به سیاست و این مسائل سیاسی، حالا چه داخلی چه خارجی، اینا بی تفاوت بود، در اومد دیگه، حالا یه نفر طرفدار سیاسی شده بود و با مصدق هم واقعا به عنوان یه پیشوا اینجوری بهش نگاه میکرد، یعنی امید به مهندس داده بود، دل بهش داده بود، اینجوری یاد میکرد از مصدق. تا اینکه ایشون تا سال 31، اوایل سال 31 بود و دیگه بعد اومد تهران. علتش این بود که ایشون رئیس هیئت مدیره موقت شرکت نفت بود، خب کارش هم میدونست، داشت کاراشو میکرد و پیش هم میبرد و سوار کارم شده بود، چندی هنرم در اونجا انجام دادن، یه کارخانه روغنکشی عظیم، روغنسازی، روغن موتور سازی عظیم خیلی مدرنی تو کالشگاه آبادان نصب شده بود، ولی این نیمه کاره انگلیس ها ول کرده من رفته بودن، اون پیمانکارش رفته بود، تمام نقشه هم رو رفته بود، ولی واقعا با پیگیری مهندس بازرگان، اما واقعا با هنر مهندسین پالایشگاه، ایرانی های پالایشگاه، و از همه بیشتر دکتر رضا فلاح، این کارخونه نصب شد، راه افتاد، آزمایش شد، شروع کرد به بهره برداری. این واقعا یه شاهکار بود، چون انگلیس ها معتقد بودن ما که اون از بیم ایرانی ها هیچ غلطی نمیتونن بکنن، شدیدن این میگفتن، تبلیغ میکردن، و به دنبال اون چند مسئله فنی از لحاظ حمل و نقل نفت و اینا پیش اومد که مهندس هر وقت میومد تهران اینا رو ذکر میکرد برای پدر من، اینا منم اون موقع هم فقط میشنیدم، دخالتی در صحبت نمیکردم، ولی مثلا تعریف میکرد از اینکه این کارشناسای ایرانی، مهندسین ایرانی که در اونجا هستن، در این که انگلیس‌ها به اینا پست نمیدادن، مقامات بالا نمیدادن، اینا چقدر به کار اونجا تسلط پیدا کردن، با وجود که یه کارخانه جدید و مدرنی رو نقشه هاشو برشتن بردن، اینا خودشون میتونن. حالا از اون طرف مهندس مورد دو نوع هجوم بود، یه هجوم از ناحیه سیاسی های همون جبهه ملی، در واقع رقیبش بودن، یکی آقای حسین مکی، یکی هم دکتر بقایی و حزب زحمت کشان از تهران. اونها با مهندس یه نوع مبارزه داشتن، یه مبارزه هم حزب توده داشت. حزب توده مبارزه شخصی با مهندس نداشت، بلکه میخواستن شروع کنن، میخواستن به اصطلاح حوادث رو رادیکالیزه کنن، داغ کنن، هی شعارهای زد انگلیسی زیاد میدادن، مامورین انگلیسی رو باید اخراج کنیم، باید بکشیم، هر کارمندی که در گذشته با انگلیس ها کار کرده یه مقام میگرفته این باید اخراج بشه، باید محاکمه بشه. مهندس هم همین رویات که اول انقلاب اینجا داشت، میگو ما نیومدیم نهضت شده بر نشده برای اینکه انتقام بگیریم، ما باید از همه ایرانی ها با عطوفت برخورد کنیم، از هنرهاشون، استعدادهاشون، کارشناسیشون استفاده کنیم. این چون مخالف بود توده باش درگیر میشدن، ولی مسئله شخصی باش نداشتن، به خصوص اینکه خیلی از مهندسین پالایشگاه هم خب شایده مهندس بودن، علاقه شخصی رو بهش داشتن، ولی خب لازم خطی مبارزه میکرد. اما مبارزه آقای مکی یه جور دیگه بود، ایشون خودشو اصطلاح خوب قهرمان و سرباز وطن میدونست، میخواست تو همه امور دخالت کنه، حتی امور فنی پالایشگاه، جا به جایی ها، استخداما، خوستا مقامات.
خب مهندس در این چیزا با او درگیر میشد و گفت ما اگه مسئول اینجا ماییم، اختیار ما دست ما باشه، شما دخالت. این بود که اینقدر آقای مکی دخالت میکرد که دیگه ایشون اومد تهران و خلاصه گفت من دیگه نه. بله ایشون بله اوایل سال 1331 بود که هنوز یک سال کامل نشده بود، اومد تهران و با خود مرحوم دکتر مصدق هم ملاقاتی کرد و گزارشش داد، حرفش زد و پیشنهاداتش هم کرد و استعفا داد. حالا علت استعفا این بود که یک، در آبادان اینا در همین مدت 19 ماهه کاملا به امور فنی پالایشگاه که همه نگرانی اونو داشتن، ما هم داشتیم، همه دنیا داشتن که ایرانی ها نمیتونن تصاد نفت داره کنن، اینا به اون مسائل مسلط شده بودن، نه اینکه همشو حل کردن، ولی افتادن تو خط یکی که مسائل داشتن حل میکردن، نگرانی نداشتن. خود مهندس میگه ما لازم مدیریت داخل پالایشگاه با مسئله زیادی نداشتیم، مشکل نداشتیم من استعفا بدم، خب مشکلات بود ولی میدونم میتونیم حل کنیم. اما دخالت های سیاسی، یک آقای مکی، دو آقای بقایی. آقای بقایی مهندس مزدایی رو اونجا تو خوزستان علم کرده بود و اونم بی خودی دخالت میکرد تو امور شرکت نفت و میخواست مثلا بیاد تو هیئت مدیره و اینها، ولی دیگران بهش اعتماد نداشتن و راش نمیدادن، اون هی تحریک میکرد، جنجال میکرد. این حرفا یکی از ناحیه این دو حزب، یکی از ناحیه حزب توده. حزب توده مسئله شخصی با مهندس نداشتن، ولی رو سیاست های خود حزب توده که سنگ جلوی راه مصدق میخواستن بندازن اونجوری بود. و اصلا این هر دو جریان، به خصوص جریان آقای مکی و آقای بقایی، موجب شد که در درون هیئت مدیره اختلاف انداختن. اون آقای علی آبادی که جزء هیئت مدیره بود تقریبا جلو مهندس ایستاد و به اصطلاح یه نوع مخالفت یا مقاومت یا رقابت، هر کاری مهندس میخواست بکنه او نمیکرد یا خلاف میکرد، از این چیزا. این بود که مهندس اومد با آقای دکتر مصدق گفت اینجوری من نمیتونم کار کنم، لذا با دکتر مصدق استعفایشون رو پذیرفت. و مصدق بلافاصله یک کار دیگری رو به مهندس پیشنهاد کرد که این کارم کار جالبی بود، اون لوله کشی شهر تهران بود که از قبل از اومدن دکتر مصدق شروع شده بود با منسین مشاور الکساندر گیپ و وضع خاصی داشت آب تهران، که خب تو بیا رئیس سازمان لوله کشی تهران بشو. این سازمان آب تهران که شما ملاحظه می‌فرمایید، این اسمیست که منس بازرگان بعد گذاشت روش، سازمان آبش کرد و اولش هم لوله کشی، سازمان لوله کشی تهران بود و مدیر عامل لوله کشی تهران هم منس بازرگان بوده که به اتمام رسید و به تا به اینجا الان رسیده. اون آرم جالبی که روش گذاشتن و بعد برداشتن، حالا نمیدونم الان موضوع هست یا نه، باز و من الماء کل شیء حی، در اون جو اون موقع، جو اون موقع تقریبا غیر دینی که موجود بود، منس بازرگان بر روی یه سازمان دولتی گذاشت من الماء کل شیء حی، که بعدا زمان شاه باز برداشتن، نمیدونم حالا هست یا نه، نمیدونم. مهندس واقعا اونجا هنری به خرج داد که این شرکت الکساندر گیپ رو همچی کاملا آورد در خدمت سازمان آب. اینا همه میگفتن کاملا، یعنی پیگیری میکرد، جلسات میداشتن مثل خود فرنگی ها، جدی قول و قرارها رو بعد تعقیب میکرد، یکی یکی ازشون میخواست. اون هم دیگه چیز شده بودن، گیر کرده بودن، جلو خرابکاریشون گرفت و استفاده از خب فنشون رو میکرد تا 28 مرداد اتفاق افتاد. هنوزشون رئیس سازمان لوله کشی بود و لوله کشی رو خیلی خوب پیش برده بود، به طوری که وزیر کشور کودتا سرتیپ جهانبانی اسمش بود که در کودتا وزیر کشور سپهبد زاهدی بود. او وقتی مهندس بازرگان استعفا داد اومد کنار، یک نامه خیلی تقدیر خیلی خیلی بالایی بهش نوشت، به مهندس نوشت که مهندس اینو تو دادگاه نظامی سال 42 ارائه داد، با وجودی که اونا فهمیده بودن که مهندس باشون مخالف و جزء نهضت مقاومت و جزء مصدقی ها هست و اینها، مزارک انقدر این خدماتش در مورد لوله کشی درخشان بود که تقدیرنامه بشه. این یه چیزی بود که تو اون موقع تو ایران سابقه نداشت. همیشه آبادانی ها از شمال، از مناطق غنی‌نشین شهر آغاز می شد و آخرین مرحلهش جنوب شهر بود.
اینجا مهندس اومده از جنوب شهر شروع کرد که این خیلی اون موقع حسن اثر بخش داده بود تو مردم و خب موجب محبوبیت شنها شد. علت این هم که اونها مهندس استفاده داد این بود که اون موقع بعد از 28 مرداد یک جریان مقابله و مبارزه با کودتا آغاز شد که اسمش شد نهضت مقاومت ملی، که از اولین کسانی که جذب کرد همین مهندس بازرگان و پدر بنده بودن که اینا پیوستن به آقای زنجانی و این جریان نهضت مقاومت ملی رو اینا اداره میکردن. برخلاف همه کسانی که وارد سیاست که میشن دورانیست که میخوان به مقامی، حالا وکالت مجلس، وزارتی، چیزی برسن، حزبیه. ایشون در موقعی وارد سیاست شد که سیاست عبارت بود از مبارزه و سرکوب و زندان رفتن، یعنی در دوران منفی سیاست وارد سیاست شد. مهندس بازرگان به این نهضت مقاومت ملی چیز میشه، ملحق میشه. بنابراین ببینین کار اجتماعی باز قبل از این داره شروع میشه، یعنی کار سیاسی که دیگه دکتر صحابی که اساساً وارد جریانات سیاسی نمیشد بعد از 28 مرداد شخصاً میشینه اعلامیه های نهضت مقاومت رو خودش با ماشین تحریر میزنه. البته ایشون تنها نبود، ولی خب واقعاً یکی از پیشگامان بود. پدر بنده هم همه جا با ایشون با هم بودن، مرحوم آقای طالقانی هم بودن، اینا با هم هم فکر بودن. ما هم غیر از اینکه پدرم و مهندس توی نهضت مقاومت بودن، ما خودمون هم دانشجو بودیم. تازه من فارغ التحصیل شدم، سال اولم بود، ولی دوستان دیگر هم دانشجو بودن. ما احساسات دانشجویی داشتیم، احساسات ملی و چیز داشتیم، قصد مبارزه با اون کودتا را داشتیم. ما با انگیزه خودمون وارد این حرکت شدیم، ولی به زودی پیوستیم به همین حرکت نهضت مقاومت، چون خب موقع ما جوان بودیم و فکر میکردیم که بایستی رهبران اون آدم های مجربتر، اساتید مثلا روحانیون و بزرگ و اینها، ما باید از اونها پیروی بکنیم. این بود که به زودی ما خودمون رو به نهضت مقاومت وصل کردیم. ما مهندس بازرگان رو در اینجا در اون که میتونم بگم اون موقعی الان من میبینمش که لشکر دوی زرهی به حساب بازداشت شدن و در لشکر دوی زرهی بعد از همین جریان نهضت مقاومت سال 1333 در 33-34 در این سال هاست که داریم بحثشو میکنیم، یعنی بعد از 28 مرداد. بنده بیشتر رفته بودن برای دیدن عزت الله صحابی که اونجا بود و من بازرگانم اونجا میبینم که اومده بود خانواده رو میدید، ولی چطوری ایشون آوردن با محیط نظامی جلو افتاد جلوس و پشترش هم با تفنگ و تفنگ هم قرابر رفته رو به ایشون، ایشون رو میارن درست مثل با اعمالی که با یه جانی انجام میدن با این افراد انجام میدادن در اونجا. به فاصله یه سه ماه سه تا حادثه بزرگ اتفاق افتاد، یعنی تو همون پاییز سال 1332 دو تا اعتصاب اتفاق افتاد به دعوت نهضت مقاومت، یکی هم حادثه 16 آذر دانشگاه تهران بود. در هر سه تا این حوادث مهندس به عنوان رهبران نهضت مقاومت ملی دخالتی، نقشی در طراحی و ایناش داشت، همچنان که خب آقای زنجانی و پدر ما و مرحوم رحیم عطا اینا داشتن. ما هم اون موقع جز فعالین بودیم در اینجا و به خصوص حادثه 16 آذر. اینا یه تأثیر خیلی به اصطلاح سازنده روی مهندس بازرگان گذاشت، به طوری که روحیه مهندس نسبت به آنچه که قبل از کودتای 28 مرداد بود عوض شد. مهندس این بار دید که اتفاقا جوانانند که پرچمدار مبارزن، یعنی پرچم مبارزه رو دوش جوانانه. درست رهبری رو کسان دیگه میکنن، پیرمردا یا جا افتاده ها، ولی اونی که صف جلوس جلوی جبه هست، اونی که به اصطلاح پرچم داره، طلایه داره، اون جوانان. اینجاست که مهندس مجدداً جوانان رو کشف میکنه. شما از سال 32 تا سالهای 42 بعد تا 50 و اینا که دیگه نهضت محاکمه شد، محکوم شد اینا، میبینید مهندس روی کرده به جوانان داره. این یه سخنرانی داره اسم اسلام جوان و همش جوان تو
مثلا ایدئولوژیش یا تو جهان بینیش خیلی نقش بازی میکنه. هر چی صحبت میکنه یه تیکه‌ای مربوط به آثاری که از جوانان دیده یا نقشی که جوانان بازی کردن تأثیر رو روحیش گذاشتن، اینکه به سبب جبهش یا موضعش نسبت به جوانان کاملا برعکس نسبت به سال تا میرسه به این که نهضت مقاومت ملی به طور کلی لو داره میره و به جایی هم نمیرسه، به جایی نمیرسه و یه رکود یا نه همه جا رو میگیره. من از بازرگانم از زندان اومده بیرون، یه عده هستن یه عده نیستن، بعد از محاکم مصدقی یه سرخوردگی های زیادی در کاره. در سال 1333 حالا دولت کودتا مجلس دار شده، یعنی یه پله قانونی شده، مذاکرات با کنسورسیوم نفت رو آغاز کرد برای حل مسئله نفت، چون نفت قطع بود دیگه. کنسورسیومی از شرکت های آمریکایی و انگلیسی و هلندی و اینها اومدند و شرکت سابق نفت از ایران رفت، تبدیل شد به کنسورسیوم. یا یه کنسورسیوم که رفت به مجلس و ماها چون هممون طرفدار نهضت ملی و مرحوم دکتر مصدق بودیم، یک عده‌ای از دانشگاهیان و عده‌ای از وزارت فرهنگ و سایر ادارات دولتی یه نامه سرگشاده نوشتن به مجلس که مواظب باشید این لایه کنسرسیوم مخالف اصل ملی شدن صنعت نفته که با اون زحمات به تصویب رسیده. بعدن در موقعی که یه عده‌ای به تشکیلات کنسرسیوم اینا اعتراض کردند، من هم جزو 12 نفر استادان دانشگاه بودیم که اون نامه اعتراضیه را امضا کرده بودیم، که اشخاص مثلا روحانیون معروف مرحوم آشتر رضا فیروزآبادی معروف اینا امضا کرده بودن، مرحوم آمیست دریا قومی بود، آقای قوام بود، مهدی قوام بود، اینا امضا کردن، آقای طالقانی، آقای زنجانی. بعد یه دم از رجال مثل آقای علای یارخان صالح، دکتر شمس الدین امیرعلایی، اینا هم امضا کرده بودن و یه دیگه هم که هنوز کاران دولت و استاد دانشگاه مثلا 12 نفر هم از اساتید دانشگاه اینا امضا کرده بودن. که این 12 تن از همه دانشگاه ها تقریبا بود که به ترتیب بنده عرض بکنم 3 تا که دانشگاه فنی بود، یعنی سنگین ترین بار متوجه دانشگاه فنی شد که مرحوم بازرگان بود، مرحوم مهندس خلیلی بود و بنده. اون وقت از دانشکده پزشکی مرحوم دکتر غریب بود و مرحوم دکتر نعمت اللهی، از دانشکده علوم جناب آقای دکتر صحابی بودن و دکتر جناب مال کشاورزی آقای مهندس عطایی بود و آقای مهندس انتظام، و از حقوق آقای دکتر عبدالله انتظام چیز بود، عبدالله بنده معظمی، آقای دکتر عبدالله معظمی. اون وقت فقط از دانشکده ادبیات بونده که اون آقای بیژن بود، دکتر بیژن. این رو البته خوششون نیومد، دستگاه خیلی برخورد بهشون که ما یه همچین نامه سرگشاده‌ای نوشیم و دستور دادن که این 70 امضا همه از خدمات دولتی اخراج بشن. به نتیجه این اخراج نصیب 12 تن از استادان دانشگاه شد. شاه اخراج اینا رو میخواد، شخصیتی مثل دکتر علی اکبر سیاسی رئیس دانشگاه است، به استقلال دانشگاه معتقده، بنابراین میگه من حق ندارم اینا چیکار بکنم و میسته. در اون موقع، یعنی خیلی جالبه، در اون موقعیت میسته و ایشون زیر بار نرفت، یه جلسه هم ما رو دعوت کرد و محضور خودشو گفت، ولی چون ایشون اقدام نکرد به آقای جعفری که وزیر معارف وقت بود به ایشون تکلیف کردند و ایشون حکم انتظار خدمت ما را صادر کرد و ما دیگه از دانشگاه اخراج شدیم. این 12 تا ما 3 تا به اصطلاح نظر کرده بودیم و نفرین شده از همه دیرتر برگشتیم به دانشگاه، تقریبا هر سمون 1 سال تحصیلی محروم بودیم از رفتن به دانشگاه، به تدریج برگشتیم که البته ماها آخرین نفرها بودیم. به تناسب بعضی 5-6 ماه بعد، بعضی 7-8 ماه، بعضی 1 سال، آخرین نفرشون که تقریبا 2 سال بعد رفت سرکار مهندس بازرگان بود، و اینکه او بیشتر از همه
حساسیتش نه، تو بعد از تحمل 5-6 ماه هم زندان و در مورد وقت رفت دانشگاه. وقتی که بیکار شدیم و حقوق بهمون ندادن، در صدد تأسیس همون شرکتی یاد افتادیم، شرکتی که به نام 11 استاد دانشگاه است. من از بازرگان باز اون روحیه جمعی که داره به اینا میگه خیلی خوب، حالا بیرون کردم ما رو، بیاییم چیز کنیم، بیاییم یه شرکت درست کنیم. آقای دکتر معظمی نیمدن با ما، چون نایب رئیس مجلس بودن، گفتن مصلحت نیست که من در یه شرکتی باشم و اینا. گفتم خیلی خوب، البته اگر این شد میمدن داد میشد اسممون، ولی خوب خوشبختانه یاد شد. منظور شرکت یاد کارهای تأسیساتی و ساختمانی بود که آیون مهندس بازرگان و یه عده دیگه در این کار وارد بودن، سابقه داشتن. ما هم با ایشون در کارهای اداری و اینها همکاری میکردیم. خب این یاد با یه سرمایه خیلی مختصری از طرف همین 11 تا ادامه داد، رشد کرد، نمو کرد، در اثر فداکاری های واقعا آقای مهندس بازرگان که سالها مدیر عامل این شرکت بودن با سرمایه خیلی کم، چون همه از استادا بودن، اینا پول نداشتن. و بعد یواش یواش یه شرکت های دیگه مثل سفیر یا سفیر تزریق کرد، خودش رو ادغام کرد در شرکت یاد، اسمش شد سفیر صافیات. سفیر و یاد شد صافیات. از بازرگان برای اینکه فعالیت‌های اجتماعی دینیشون هیچ وقت متوقف نباشه، پیشنهاد تشکیل یک تشکلی رو به نام متا کردند که متا از 4 کلمه میم و ت و الف و عین تشکیل شده، یعنی مکتب تربیتی اجتماعی عملی. و این تقریبا مخفیانه بود اعضاش، یه عده‌ای از هم روحانی هم غیر روحانی ولی معدود در اون عضویت داشتن. اینا یه سری فعالیت‌های اجتماعی می‌کردن، از جمله مثلا تأسیس انجمن اسلامی مهندسین. انجمن اسلامی مهندسین تا اون موقع وجود نداشت، فقط انجمن اسلامی دانشجویان وجود داشت. بعد انجمن اسلامی پزشکان تأسیس شد، بعد انجمن اسلامی معلمین تأسیس شد، بعد یک سری شرکت‌های مطبوعاتی از قبیل شرکت انتشار تأسیس شد. این نوع فعالیت ها و هر فعالیت خیلی که در سراسر کشور انجام می شد، این متا در اون دخالت، حمایت و کمک می کرد. این جلسه ای که به نام متا دوستان دور هم جمع شدن، نظرش این بود که یه تعدادی نهاد مدنی تشکیل بشه و از اون طریق فعالیت های فرهنگی و عمیق و ژرفی صورت بگیره. و انجمن اسلامی مهندسین از اون موقع تأسیس شد و تا حالا هم هست و آثاری هم از خودش باقی گذاشته که اون البته جداگانه باید بحث بکنه، اون آثار و غیره. و مهندس بازرگان در تمام این جریانات واقعا فکر حسابی میداد به همه ما و میرفت جلو. ضمن اینکه مهندس بازرگان هیچ وقت نمیخواست فرد باشه، فردی باشه، و همیشه از آن مثلا حتی برای ریاست انجمن یکی دو سه دوره که وقتی که ایشون بود خودش اصرار داشت که من دیگه که صحیح نیستیم، باید دور بگرده و نباید روی فرد باشه. میگو اگه زحمته این زحمت چرا دیگران نکشن، اگر رحمته این رحمت چرا به دیگران داده نشه. این وجود داشت همچنان تا موقعی که انقلاب شد، برای اینکه کسی متوجه این نمیشد که بخواد جلوگیری کنه ازش. از فعالیت های بیرونش گاهی جلوگیری میکردن، مثل خود انجمن اسلامی مهندسین. خب ساواک باش به مقابله برخواست و یه مدتی به کلی تعطیلش کرد، انجمن اسلامی پزشکان تعطیل کرد، معلمین رو تعطیل کرد، ولی متا رو به حالش خبر نشده بودن، نمیدونستن که همچین تشکیلاتی وجود داره. مقادیر زیادی از کارهای مرحوم مطهری از قبیل اون
موضوع حجابشون یا مسائل دیگه، بحث بیمه، بحث‌های جدید حساب، چیزهای مسائل مستحدث روز و غیر و اینا که پیش میاد، این در جلساتی است که در انجمن اسلامی مهندسین و انجمن اسلامی پزشکان که یا جداگانه تشکیل میشد یا مشترکاً تشکیل میدادن تهیه شده و اونجا صحبت شده و خود مرحوم مرحوم مطهری اصلا معتقد بوده که در شکوفایی من و تهیه اینها این انجمن ها بودن که مؤثر بودن. یه انجمن دیگری که باز تشکیل، یعنی تشکیلشون چی فشاری بود که یعنی چیز بود، توصیه بود که انجام بشه، انجمن اسلامی معلمان بود. برای تشکیل این انجمن در اون شرایط سخت حدود 2-3 ماه در مدرسه مروی جمع می شدیم و در اون مدرسه مرحوم مطهری، مرحوم طالقانی، آقای دکتر صحابی، مرحوم مهندس بازرگان و چند نفر دیگه از معلمین، کمال الدین نوربخش و دیگه بودن و شاید بنده از جوان‌ترینشون بودن. افراد شاخص خب در درجه اول خود مرحوم مهندس بازرگان بودن. یعنی ما انجمن معلمین رو اینطور برگزار کردیم، هم معلم دانشگاه هم معلمین دبیرستان. در هر حال بعد از 2-3 ماه که به طور مرتب جمع شدیم، اساسنامه نوشتیم که اساسنامه‌اش چاپ شده و اسامی این 12 نفر در اون اساسنامه هست که بنده هم جز این 12 نفر هستم. این 1338 بود. باز از آثاری که در همون جلسات داشت تشکیل انجمن اسلامی بانوان بود. یه مطلب دیگه ای که باز منس بازرگان و دکتر صحابی و دوستان و غیره اینا درش خیلی مؤثر بودن، تشکیل شرکت انتشاره. گفتن آقا ما اصلا کتاب از نظر کتاب و از نظر نشریات در مضیقه ایم، هرچی منتشر میشه یه چیزهایی هستن، دستگاه انتشاراتی هستن که زیاد مورد اعتماد نیستن و بیشتر یه مقدار جنبه تجارتی داره و اون چیزهایی که باید کتابهایی که باید مفید باشه و به قیمت ارزان به دست مردم برسه اینا موجود نیست. بنابراین این فکر، باز این نهاد مدنی که میگیم این روش میگن، این که مهندس بازرگان درش بسیار سهیم است در و اوائلش هم خودش عضو هیئت مدیره بود و کار میکرده روش، شرکت سهامی انتشار در من. بعد اینجا با هم در 1340 که اون شدی تشکیل به چیز در این که هر دومون عضو جبهه ملی بودیم، در اونجا آمدیم و با هم دیگه چون من آمدیم با هم دیگه یه روز در این طالقان با هم دیگه راه میرفتیم، گفتیم چه کنیم آخه ما در تو این جبهه ملی که برای همسان آخه اینا هم توقع چیز دینی چون کمه، همه وطن پرستن، همه سیاسی هستن، اما علقه معنوی. گفتن خب بازرگان بیاییم با هم یه چیز درست کنیم که اساس هم کار فعال اجتماعی سیاسیمون رو دینداری قرار بدیم. نهضت آزادی رو ما در اونجا آمدیم با هم دیگه فکر که در این که عضو جبهه ملی هستیم، جبهه ملی رو جبهه فرض کنیم. ما یک رشته هست قسمت که در چیز نهضت ما یکی از اصول همکاری دینداری متدینه به اسلام این بود که ما نهضت آزادی را بر محور غیر از مسئله مشارکت سیاسی اعتقاد دینی را هم محور چیز خودمون کنیم که یکی از که یک خودش نهضتی ها هم ناراحت شدن که ما چیز کردیم، خودش رو تصور کردن جدا شدیم. مخصوصاً یه جلسه کنگره ایکدم جلوی خود من گفتم چه اشتباهی است که شما میکنید؟ من ما جدا شده ایم، ما خواستیم یه جبهه ملی که اگر گوشه ای از این مرام جبهه ملی
دین هم باشه، ما به وسیله ای که اون دینداری رو محور فعالیت سیاسی خود